سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به مدبس. فرزاد هستم به همراه آنایتا. بریم سراغ ترک درویش از رضا پیشو. خوشه یه خشم من و تو تشنه یه بارونه، حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تازه این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه. خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. ترک درویش، سومین ترک از ای پی کوتاه رضا پیشرو و کاورش. دوباره کاورهای باحال داره این ست ترک. بازم پوریا کار کرده. آره. و اینکه خیلی باحاله، اینکه به نظر احساس کنم یه سری بناها ریخته، یه سری مجسمه ها شکسته، میتونه اشاره داشته باشه بت شکستن. خود کلا ماهیت بت شکستن، شکستن تفکرات اشتباه، تابو شکنی ها میتونه باشه، که میشه بیشتر به تعصبات دینی اشتباه یا چیزایی که به اشتباه تو مخمون فرو کردن ازش بت ساختن داشته باشه. بت های غیر واقعیه. خود رضا هم که یک حالت تایم یا زمان یا ساعتیه که لایت افتاده اونجا، رضا که وسط اون داستان وایساده و نوری که ازش زده بیرون و حالا باید بود چکنی کرد تا آره، تا به نور درونت برسید. چون اسم ترک درویشه، میتونه به اون به درونیت رسن، آزادی درونی حالا. یعنی از بند تفکرات خلاص شدن شاید. تابو شکنی. آره بریم. برو بریم گوش خواهیم کرد درویش. خودمونیم، غریبه که اینجا نیست. تمام این سالها تو یادم دادی که چجوری ایمان داشته باشم و اونو به بقیه بدم. تو بهم یاد دادی چجوری قدرت من باشم و هزار بار خوردم زمین پاشم. ولی یه سوال، چرا این کارا رو میکنی؟ چرا ساکتی ها؟ فادر سان که همون پدر پسر و روح القدسه. حالا روح القدسش نگفت که به نظرم جهت دینی بهش نده، ولی بیشتر ارتباط خودش و خدا داره. البته اگه شنه هم رضا پیشرو مسیحی شده، نمیدونم، ولی خیلی جا اشاره چون خیلی جور دیدم. تو چکای مختلفش آره. هم از صلیب استفاده کرده هم چیز که آره به ربطی به دین حالا نداره. نداره، یعنی داره اشاره به ارتباط خودش خودش, خودش و خدا. میگه تو خودت خیلی راه ها رو به من نشون دادی، الان چرا هیچ کاری نمیکنی؟ گله. البته سوالی که این روزا فکر کنم خیلی ایرانی ها خوشونه، من خودم روزا بهش فکر میکنم. نه من که چه اتفاق میفته که این شکلی شده. چرا با ما این کارو میکنی؟ این روزا خیلی غیر منتظرم، آروم تو ذهن مستربم، محکمم که باز دادم و مش میزنم، قفلم و پشت سر هم خارشو گایدم. هرچی دوست داشتی شد قدغن، اگه محو طوفانی، هرچی نور خواستی پشت سر من بیا، سختشو رفتم مطمئنم. فرکانساتو تغییر میدم، به هرچی دوست داری زنجیر میبندم، ولی وحشی میکنم وقتی سمی به هر نحوی نزدیک میشن. ولی وحشی میکنم وقتی سمی به هر نحوی نزدیک میشم. میگه یه جمعه بسید که خارشون گاییدم هرچی دوست داری شد قدغن گلند سام لفتش. بازم یاد شهریار همهی عزیز میفتم، شهریار آهنگ قدغن و آبی دریا قدغن. واقعا هرچی دوست داری رو قدغن میکنم، قدغن میکنم. بعد نیستش به شهریار قمبری هم یه تو این وضع خیلی شعرهای خیلی خوبی داره واسه این و خواهیم پرداخت به این روزها عالیه. رو نهلی هم شمشیر میبندم که هر روز منو غمگین میشرد، برا همین تو آینه قدی یه مرد بیرحم و درویش دیدم. تو با خودت میدم تو میدون هیجان برد و قهرمانی رو بروت امروز باره فلشه تو چشه تو محبوبیت اضافه میشه با ما باره عرق بدن تو میری رو براش میری روی پال بگو چیه قافت انرژی برد به تو میده شاش داره کده مخفدی راه مونده خاموش نمی کنی مشکه آسون شم بدیدون نیوی تا خیلی خوشگل. من شعر جلو میز خیلی یادم نمیمونه خب، ولی چه فلوه خوشگلی، یه خود فراز و فرود خوشگل داد بهش. خیلی لذت خیلی واقعا دکت این که رضا کیه. اینا یه جور امضای کار خود رضا است، منحصر خودشه، که از بهترین رپرهایی که ما تو رپ واقعا تکنیکش خیلی خوب، تکنیک درجه یک. مخفدی راه مونده خاموش نمی کنی مشکه آسون شم بدیدون نیوی تابم توی جاده بیمار اتا بیمانم که بی صداد نمی تازم نگام که می انداختی بی تا به دامه می دادم وقتی آسمون دل تیر و داره با ستاره می سازم تو رو تو ما نمی شنازم خودم رو تو جانه می اندازم دست دشونه همه تا تش.
ببین چقدر دوست دارم بگیم که تو این سترک هر سه کورس ملودی و بسیار زیبا اجرا کرده. یه چیزی بگم که اولش خب حالت این که پدر پسر گفت و اینا من احساس کنم خواهد وارد گله بشه، ولی داره الان میگه که باز تو تمام سختیام به امید تو ادامه دادم فلان، یعنی باز داره رابطه خوبش داره میگه، خوبش میگه و ایستادگی که با خدا داره. با حتی روزگار رو ساختم از صفت و خونه های آخر، نقشه کوسه ها به باد رفت از وقتی کودتا به پا کردی، تو قلبم باز ادامه دارم با فر به کیش خود پندارت، همینقدر بگو و بعد بسپار حق، اگه نمیمونم چون ارزش دارم، ولی اگه موندم بوده قلبت با من، کل دایره رو عبری گشتم، رو نخ را رفتم تا عبری شمشم، هرکی بعد میکرد سب میکردم، خدا میبخشید منم میبخشم. خیلی خوشگل گو میگه رو درخت رفتم تا ابریشمشم، اون چرم ابریشم و اون بردباری که باعث میشه به اون زیبایی و پروانه و پرواز کنه. و خیلی خوشگل داره میگه این بخش رو داره بیاد به هیتراش یا دشمناش یا حالا بالاخره هر کسی که یه چیزی بهش میگه، میگه تو وقتی خدا میبخشه منم میبخشم. شاید اشاره داره به بالاخره خدای خیلی آدم با گذشته شده رضا پیشرو تو این اصلا کلا یه نظر شخصیتی به نظر من خیلی خودسازی رسیده سالها، از شخصیتی و... درونی خودش خیلی قوی شده به نظرم، و الان اینجا داره به اون داستان اشاره میکنه که تو اگه هرچی گفتی من، یعنی سختی ها باعث شد که من روشن‌تر شم، بزرگتر شم، آدم قوی تری بشم، آدم بهتری بشم. هم ساکت رقص سایش رو کاغذ باطله، داره منو تحریک میکنه که یه جهنم امشب روی کاغذ باشه. به رویا باور داشتم اما دنیا رو آب برداشته، کجا بریم وقتی سرنوشت دست کمانگیر آذر ماهه، وقتی که روح ما در حال سقوط نمیخواد خوابم پاشه، خش رو خش تو هر دشتی گذاشتیم و هستی شدیم پر از آهم پاره، اونی که چشماش از هممون بهتر میبینه یه کور مادرزادمون. خیلی آقا این آذر ماهی کمان به دست رضا متعهد آذره؟ آره فکر کنم حتما باید متعهد، یادم نیست فکر کنم متعهد آذر باید باشه. اگر که متعهد آذری که هست که داره اشتاره میکنه فکر میکنم، خب اینم مثل منه و این کمانمو داریم ولی بیشتر داره به همین الان هم اشاره میکنه که تو آذر ماه بودیم و میتونه سرنوشت دست این ماهایی که داره میاد دیگه، و داره میگه که من به رویا اعتقاد داشتم اما الان توی منزل که تاریک‌ترین حالتشیم، ولی چیکار کنم که سرنوشتمون دست کماندار آذره، یعنی به هم به ماه آذر داره اشاره میکنه هم به نتیجه این داستان جنگجویی که در واقع آره. و زخ کردم اشاره که آذر اشاره کردم از آهم پاره، اونی که چشماش از هممون بهتر میبینه یه کور مادرزاده، منجی همونه که هر دفعه پاش روی زمین بوده شارک داده، حقیقت دنیا رو بهتر میکنه، داره مردت واسه زندت میدوه، مردم سالهاست قربانی شدن این ملت، تو کنه اون ملت میکنه آتشش دشنش میکنه و مرد سر آبابش هم میکنه، برای چیزهایی که بای چشم هم زدن از دست میره کشور میخوره. اینجا هم دوست داشتم لفظشو که میگه اونی که از همون بیشتر میدید بهتر میدید یه کور مادرزاد بود، به خاطر اینکه چون روشندلن به این اصطلاح روشندل واقعا از اونجا میاد، با چشم دلشون میبینن و اصولا دیدن به معنای دیدن یک چیزی، تشخیص رنگ و شکل و ایناش به معنای دیدن و بینش نیستش، درک اون داستان خیلی مهمتره، درک چیز، مثلا من اگه اینو میبینم اون برداشت و درکی که ازش میکنم مهمه، و چون اون اعضایی که حالا نمیبینن نابینا هستن اینو با روحشون درک میکنن، چون که نمیبینن با روح اتفاقا اونها میان به جزئیات بیشتری توجه میکنن، دیتیل ها رو بهتر متوجه میبینن آره. در واقع آره. و اونها با چشم دل میبینن که خیلی عمیق‌تر در واقع با حسای دیگرشون میبینن و خیلی خیلی قشنگ تر. اون تیکس مال بود این ملت ها رو تو کونه هم میکنن، ملت ها آره دیگه آره در واقع اینجوریه، مثلا در همین گرجستان ایرانی ها سعی میکنن در باسن دوستان گرجی بفشارن و اونها هم سعی میکنن بیشتر بفشارن. یه سری دوستان داریم که نصف ایرانی به دو طرف میزنن که برای چه که خودشان میدونن، ولی اینا به هر دو طرف میفشارن.
خدایانی که واقعی نیستن و ملاهایی که ظالم و دیوان، گمراهایی که فاسد و گیجن و اطمینان دارن خالق و دیدن. این بار شدیم از تو عوض، اونا که خون دادن هم خون من، هر روز تو پیاده رو یکی شبیهشون رد میشه از اون برم. از همیشه مجنون ترم، قلم برداشتم افسون نشم، اول به خودم دستور بدم که بلند شم ترس و فرمون ندم، حتی اگه شده گردون فلج از دیبا پر شده هفت دو سرم. خیلی اونجا چه دوست داشتم اینایی که همه همخون من، اینا که رفتن شهید راز همشون همخون من، هر روز در پیاده اینا دارن که همه رد میشن، یعنی انقدر به هم نزدیکیم و حواسمون نبوده سالها و این روزهاست که متوجه شدیم واقعا چقدر باید هوا هم دیگر داشته باشیم، چقدر یکیم ما. یه جای دیگه هم گفتش که اونایی که خودشون از همه بیشتر گمراه ترن اصرار دارن که خالق رو دیدن. درسته، ولی خوشون از همه گمراه ترن، کافر ترن. بله، مثل همین دوستمون که هر دقیقه به همه فوش میده، اونه که رفتن هم فوش میده، خود رزار هم فوش میده. جام ترس و فرمون ندم، حتی اگه شده گردون فلج از دیبا پر شده هفت دو سرم، چشور نمیداریم از رو هدف، فاین کم بوه در روی همه هست. دیدی من زیبی تابم توی جاده بیما، اتاب ایمانم که بی صدات نمیتازم، نگام که مینداختی بی تاب ادامه میدادم، وقتی آسمون دلتی رو داره با ستاره میسازم. اینجا چه خیلی سم ارتباطی آره. که میگه بین خوش همین میگه هر موقع شده. نگاه هم میکردی بی تاب ادامه میدادم، یعنی هر موقع تو یه نشونی به من دادی، برای من خیلی اتفاق افتاده و حتی تتوایی هم که زدم به نظرم خیلی مهمه این ارتباط. حالا ببینیم، ما نمیخوایم این چیز کنیم، یه سری هستن نه ایدئولوژی رو نمیخوایم بگیم، من میخوام بگم ارتباطه با این خودت متعالی در خود برتر درونت خیلی قشنگه. حالا این خود برتر درونت میتونی خدا بگی، میتونی کائنات بگی، میتونی هرچ. دقیقاً این انرژی، این نیروی قوی که در ما پنهان شده، این ارتباط رو باش برقرار کنی خیلی قشنگه. و تایتل کار درویش، در واقع درویش هم آدمیه که به اون ارتباطه میرسه. و خوب تایتلی گذاشته، خوب اشاره ای داره. ما نمیشناسم خودم، تو جانم میندازم دست دشونه هامه تا تش، با عطت روزگار رو ساختم از سفت خونه های آخر، نقشه کوسا به باد رفت از وقتی کودتا به پا کردی، تو قلبم باز ادامه دارم. از وقتی کودتا کردی تو قلبم باز ادامه دارم، یعنی شاید بریده بودم ولی تو وقتی منو زیر رو کردی به خودم بری، با خودم آشنا کردی. چه گیتار الکتریکم بچه اضافه شد و بکنم که دیگه سمت آترو داریم میریم، ولی متفاوته. چه سولوی گذاشته آخرش و این کارهایی که رضا تو انگاشمه دوستم از قدیم، یعنی همچه سولوی گیتار الکتریکینا استفاده میکرده، خیلی کلاسیک فرم دیگه، حتی در رپ که تو بیای مثلا این کار رو کنه همچنان کلاسیک و یه جورای اولد اسکول فرم هم میشه بهش گفت، قدیم استفاده میکرده، همچنان به اون اصلا وفاداره. و یه نکته دیگه هم که بگم اینه که واقعا این ترک درویش تو این ستا ترک خیلی با هم مچ بودن، یعنی برای براندازی، برای انتخاب درست، به آزادی رسیدن و اول اصلا با خودت هم باید کنار بیاید، درون خودتو بشناسی که اونا راحت تر برات اتفاق بیفته و راحت تر مشارکت کنی توش. خیلی عالی. به قول تو ترکیب ستایی باحالی بود، اینکه تو میای تو ترک اول مشخص میکنی که هدف چیه، بعد میای تو ترک دوم مسیرت رو انتخاب میکنی و در ترک سوم هم امید بهت میده که توی مسیر ادامه بدی. خیلی خوشگل باحال بود، یعنی آره. ببین یه نکته رو میخوام بگم اینه که ببین یه رپری که خیلی دوستش دارم، قدیمی کاره، در رپ فارس اعتباری داره، میتونه بیاد با یه مجموعه سترک کوتاه و هم حرفا خودشو بزنه، هم به تو امید بده، در کنار تو باشه و حالتو خوب کنه. و میتونم خیلی مثلا بشینی کنار فوش بدی بعد بیرا بگی و
آدم و از آدم و عالم هم طلبکار باشی، هیچ کاری هم نکنی برای مردم. ببین فرق رضا پیشرو اینجاست که بعضی رپرها بیرون گود نشستن و بعضی اینجوری حالتو خوب میکنن، خیلی ساده داره حرفش میزنه ولی تو احساس خوب میگیری. دم رضا پیشرو که واقعا پرچمش بالاست و همیشه در کنار مردم بوده، چون از کف خیابونای تهران، از کف خیابون، از وسط خود مردم، و خیلی هم مشکلاتی که اون کشیده در واقع هم نسلش و ما متوجه شدیم، بخاطر این هم دیگه درک میکنیم و این در کنار بودن، در کنار مردم بودنش واقعا قابل ارزش. بچه ها دمتون گرم، تا آخرین ویدیو هم همراه ما بودین، حتما که منتظر نظرتون هستین. دم همه ایرانی ها گرم در کل دنیا که همچنان پرچم بالا نگه داشتن، مثلا بچه ها که تو ایران هم میدونید که قلب ما هر لحظه با شما همراه. این روزا خیلی زیاد مواظب خودتون باش، خیلی دوستتون داریم، خدا حافظ.